به برنامه 60 دقیقه خوش آمدید. سرخط خبرها. بازداشت 4 نفر به اتهام تلاش برای حمله به نشست پریروز مجاهدین خلق همزمان با سفر اروپایی حسن روحانی. اینجا در برن پایتخت سوئیس شروع مذاکرات بعد از فرش قرمز سوئیسی ها برای رئیس جمهوری ایران. در ادامه برنامه، ادامه دعوا پس از انتشار فهرست دریافت کنندگان دلار 4200 تومانی، چرا اثری از اسم وارد کنندگان خودرو در فهرست نیست؟ واکنش ها به کشته شدن تنها نامزد سیک انتخابات افغانستان. کمیسیون انتخابات میگوید به دنبال تدابیری برای تضمین حقوق اقلیت هاست. و شکایت فدراسیون فوتبال ایران به فدراسیون جهانی، ایران میگوید مقررات استفاده از کمک داور ویدیویی شفاف نیست. سلام بر شما، من جمال‌الدین موسوی هستم. شبتون بخیر، باران عباسی هستم. درست در ساعتی که هواپیمای رئیس جمهوری ایران در زوریخ سوئیس به زمین نشست، خبرهایی از دستگیری یک دیپلمات ایرانی در آلمان منتشر شد و زوجی ایرانی بلژیکی در بلژیک. دادستان فدرال بلژیک گفته که این زن و شوهر هماهنگ با دیپلماتی که اسم کوچکش اسدالله و محل کارش اتریش ذکر شده، برای بمبگذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس برنامه‌ریزی کرده بودند. نشستی که رودی جولیانی، وکیل شخصی دونالد ترامپ، چند چهره سرشناس کنگره، نخست وزیر پیشین کانادا و شماری از سیاستمداران غربی و عرب هم در آن حضور داشتند. در نخستین واکنش، سازمان مجاهدین خواستار تعطیلی همه نمایندگی های ایران در اروپا شده. این خبر از همین حالا سفر حسن روحانی به سوئیس و دیدار او از اتریش را تحت شعاع قرار داده. آقای روحانی در اروپا به دنبال چیست؟ با در نظر گرفتن اتفاقات امروز، شانس موفقیت رئیس جمهوری ایران چقدر است؟ بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول میریم سراغ کسرا ناجی، همکارم در برن سوئیس. چه خبرهای تازه داریم از برن؟ جمال، اینجا این ساختمان پشت من ساختمان پارلمان برن هست و پشتش هتل 5 ستاره بلویو. آقای روحانی و هیئت همراهشون همین حدود یک ساعت و نیم پیش وارد اینجا شدن. اینجا هستن، قراره که ملاقات هایی داشته باشن خصوصی با تعدادی از ایرانی ها و مذاکرات رسمی هم قراره که فردا آغاز بشه. از آقای روحانی رئیس جمهوری سوئیس آلن برسه در زوریخ امروز بعد از ظهر استقبال کرد. فرش قرمز سوئیسی ها برای رئیس جمهوری ایران، درست هنگامی که آمریکا تلاش دارد ایران را در جهان منزوی کند. رئیس جمهوری سوئیس آلن برسه در کنار رئیس جمهوری ایران حسن روحانی. این استقبال رسمی در فرودگاه زوریخ یک دهنکجی به آمریکا، با این پیام که سوئیس راه مستقل خودش را می رود. رئیس جمهوری پیشین سوئیس از معدود و اولین رهبران کشورهای اروپایی بود که بعد از توافق هسته‌ای از ایران دیدن کرد، برای آماده کردن زمینه برای گسترش روابط اقتصادی با ایران که حالا با علامت سوال بزرگی روبروست. تحریم های ثانویه آمریکا که می رود روابط اقتصادی ایران را با جهان خارج قطع کند و بعید است سوئیسی ها بتوانند چندان کمکی به ایران باشند، اگرچه رئیس جمهوری ایران امیدش را از دست نداد. اروپا امروز با صدای بلندتری با یک جانبگرایی مخالفت میکنه، با لحن صریح‌تری اعلام آمادگی میکنه تا در مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی با ایران و کشورهای مهم تأثیرگذار همکاری بکنه. مذاکرات قرار است فردا اینجا در برن شروع شود. این شهر تاریخی پایتخت سوئیس، مقر دولت و بعضی از بانک‌های بزرگ این کشور. ماه گذشته بانک سوئیسی BCP اعلام کرد کارش را در ایران به علت تحریم‌های آمریکا متوقف می‌کند. در مذاکرات فردا برای طرف ایرانی روشن خواهد شد که بانک‌ها و شرکت‌های کوچک سوئیسی تا چه حد می‌توانند به کار با ایران و در ایران ادامه بدهند.
از همین الان به نظر میاد که این سفر تحت شعاع خبرهای امروز قرار گرفته، دستگیری یک دیپلمات و همینطور یک زوج که گفته میشه قصد داشتند در نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس برنامه ریزی بکنند، بمب گذاری کنند. درسته، این خبرها داره همین موقعی منتشر میشه که آقای روحانی وارد این سوئیس شده در اولین قسمت از سفر اروپاییش به سوئیس و به اتریش. میتونه این خبرها سفر آقای روحانی رو اینجا تحت شعاع قرار بده، به حسب اینکه واقعا این خبرها چقدر جدی هست و پلیس و مقامات قضایی این کشورهای اروپایی بلژیک فرانسه آلمان اتریش اینها چه حد به این به اصطلاح داستان یا اتهام های به اصطلاح توطئه بمبگذاری دارن بها میدن. اگر این جدی باشه، اونجوری که بوش میاد جدی هست، میتونه این سفر رو به شدت تحت شعاع قرار بده. و فراموش نکنیم آقای روحانی میخواست سال گذشته به اتریش سفر کنه که اون موقع هم ظاهرا سفر آقای روحانی کنسل شد و یک علتش هم این بود که سازمان مجاهدین خلق قرار بود که در اتریش در وین همون موقع در موقع سفر آقای روحانی تظاهرات بکنن و طرف ایرانی مثل اینکه از طرف اتریشی خواسته بود که نگذاره این تظاهرات صورت بگیره و اونها هم گفته بودن که نمیتونن جلوگیری کنن، اگرچه میتونن فاصله رو زیاد کنن، اونها رو دور کنن از محل حضور آقای روحانی. به هر حال این بار هم حالا با حضور و با ورود آقای روحانی دوباره این مسئله مطرح هست، مسئله مجاهدین خلق و اتهام بمبگذاری، و غیر قابل پیش بینی بود تا حد زیادی. اگرچه میدونیم که مجاهدین خلق و دولت ایران دشمنای قسم خورده هم دیگه هستن. مقصد بعدی اتریشه، مقصد بعدی آقای روحانی اشاره هم کردین، نخست وزیر جدید اتریش چهره راستگراست. به نظر میاد که دست کم در بعضی از کشورها فضا عوض شده. عوض شده، اما در مجموع هنوز من احساسم اینه که در اتریش هم صحبت شاید این باشه که برجام رو باید حفظ کرد، توافق هسته‌ای رو، و اگر چنین باشه که به نظر میرسه هست، بنابراین آقای روحانی میتونه امید داشته باشه که طرف اتریشی که این بار رئیس به اصطلاح دوره‌ای اتحادیه اروپاست بتونه از نفوذش استفاده کنه، اروپا رو بیشتر هول بده به طرف همکاری بیشتر با ایران و حفظ روابط سیاسی اقتصادی علی رغم فشارهای رئیس جمهوری آمریکا. باز هم با کسرا ناجی صحبت میکنیم، ولی فعلا اینجا در استودیو امیر پایور همکارم به ما پیوسته. بعد سیاسی سفر آقای روحانی کم و بیش دربارش صحبت شد، ولی آقای روحانی یکی از مهمترین مقاصدش اقتصادی هم هست. الان مشخصا از سفر به سوئیس و همینطور به اتریش به دنبال چیه؟ چی میخواد به دست بیاره؟ ببینید، اتریش به نسبت سوئیس خب یک شریک بزرگتر تجاری ایران هست. اگه یادمون باشه بلافاصله بعد از توافق هسته‌ای اولین کشوری که در واقع یکی از بزرگترین گرد همایی‌های اقتصادی تشکیل شد و یه هیئت اقتصادی ایران بهش رفت در اتریش بود. درسته که سایز در واقع تجارت ایران و اتریش هم باز کماکان به نسبت سه کشور عمده اروپایی مثل آلمان، فرانسه و ایتالیا باز خیلی بزرگ نیست، اما اتریش یک کشوری بود که یکی از بانک‌های اون مثل اوبر بانک اولین بانکی بود که حاضر شد یک اعتبار 1 میلیارد دلاری به ایران بده، 1 میلیارد یورویی. میشه حد زد که خب بخشی از تلاش آقای روحانی این خواهد بود که صرف نظر از اینکه در رابطه اقتصادی بین ایران و اتحادیه اروپا چه اتفاقی بیفته و اون بسته‌ای که قرار است به گفته آقای روحانی در روزهای آینده به ایران ارائه داده بشه از طرف اتحادیه اروپا چیست، اگر بتونه کانال‌هایی رو باز نگه داره مخصوصا در روابط بانکی، حالا یا از طریق اتریش یا با احتمال کمتر از طریق سوئیس، این یکی از اولویت‌ها خواهد بود. ولی وقتی نگاه می‌کنیم به اون محورهای اصلی اون بسته‌ای که
بین ایران و اتحادیه اروپا داره مذاکره میشه، مثل ادامه فروش نفت و فرآورده‌های نفتی. خب هیچ کدوم از این دوتا کشور خیلی خریدار بزرگ نفت ایران نیستن، یا بخش همکاری‌های حمل و نقل یا توسعه و اجرای قراردادها. مثلا توسعه و اجرای قراردادها خب این وابسته به بسته به شرکت‌های خصوصی خواهد داشت، دولت‌ها هم کاری در موردش نمیتونن بکنن. فقط یه بخش هست که اونم حمایت قانونی از شرکت هاست که در مذاکرات با اتحادیه اروپا هم بحث شد. طبیعتا اینجا ما دو تا محور متفاوت داریم از این نظر که سوئیس خب جزء اتحادیه اروپا نیست، قاعدتا سعی خواهند کرد همون مدلی که با اتحادیه اروپا داره مذاکره میشه رو هم سعی کنن با سوئیس مذاکره کنن. از طرف دیگه اتریش هم همونطور که کسرا بهش اشاره کرد از دیروز رئیس دوره اتحادیه اروپا شده که خیلی مهمه به خاطر هماهنگی ها با اون تمام کشورهای دیگری غیر از آلمان، ایتالیا، بریتانیا و فرانسه که بعضی از این کشورها مخالف گسترش روابط هستند در زمانی که تحریم وجود داره بین ایران. در مورد همین بسته بیشتر صحبت بکنیم. با این فشارهایی که آمریکا میاره، با این موضع گیری هایی که از طرف خزانه داری آمریکا دیده میشه و شنیده میشه، واقعا این بسته میتونه کاری از پیش ببره، گرهی از ایران باز بکنه؟ محور همونطور که گفتم چند تا محور مهمش مثل ادامه خرید نفت و فرآورده‌های نفتی، ببینید بیشتر این پالایشگر تقریبا تمامشون پالایشگرهایی که خرید میکردن از ایران وابسته به شرکت‌های خصوصی هستن، سپسا، رپسول، هلنیک پترولیوم، اینی ایتالیا، اینا شرکت‌های خصوصی هستن. همین الان هم گفتن که ادامه نخواهند داد خریدشون رو، بعضی که همین الان سفارش‌های خودشون رو قطع کردن. یا اون بخش دیگه‌ای که مربوط به اجرای قراردادهاست، همونطور که گفتم باز بسته به شرکت‌های خصوصی داره که اونها با حمایت حتی دولتی هم ممکنه خارج شن. بنابراین پاسخ در واقع کوتاه سوال شما این است که به نظر نمیاد حتی اگر اون چه که پیشنهاد داده شده هم عیناً اجراشه که هنوز نشانه ای ازش نداریم، باز بشه جلوی این موجی که در واقع آواری که داره خراب میشه رو روابط اقتصادی ایران و اروپا رو بگیره. همین الان کامبیز فتایی هم از واشنگتن به ما پیوسته. کامبیز، خبرها حاکی از این بود که در آمریکا یک مقام عالی وزارت خارجه حرف از این میزنه که 50 تا شرکت متقاعد شدن که از تجارت با ایران منصرف بشن. امیر اشاره کرد به چالش ها. اونجا وضعیت چطوری هستش؟ آیا به نظر میاد که اون چیزهایی که گفته میشد داره از طرف آمریکایی ها عملی میشه و جدی هستند و پیگیر؟ خب بله، مشخصا امروز آمریکا میشه گفت همزمان با سفر رئیس جمهوری ایران به اروپا یک پیام صریحی شاید میشه گفت به آقای روحانی و همینطور اروپایی‌ها داد و اینها اعلام کردن در واقع برایان هوک که در واقع مسئول سیاست گذاری در وزارت امور خارجه آمریکا هست، سر سطوح بسیار بالای این وزارتخانه در عرصه تحریم‌های ایران فعال هست، گفت که 50 شرکت رو به آمریکایی‌ها در واقع قول دادن که معاملات با ایران رو به خصوص در عرصه نفتی، صنعت نفت ایران متوقف بکنن. و بار دیگر این مقام تاکید کرد که سیاست آمریکا این است که تا اونجایی که امکان داره کشورهای بیشتری رو به این تشویق بکنه که بیان و خرید نفت از ایران رو متوقف بکنن، صادرات نفت ایران رو در واقع میخوان به صفر برسونن. منتها در این حال اظهاراتی میکنن که نشانگر از این هست که شاید خود آمریکایی‌ها هم اعتقاد نداشته باشن که بتونن در عمل این صادرات رو به صفر برسونن، چرا که دارن صحبت از معافیت میکنن مجوز در مورد خریداران نفت ایران. میگن که اگر به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش بدن خرید نفت ایران رو، در مواردی حاضرن معافیت هایی رو بدن. در عرصه های غیر نفتی هم این مقام آمریکایی گفت که البته آمریکا در پی یا به دنبال اعطای معافیت ها نیست، نمیگوید نمیدهد معافیت، بلکه میگن به دنبال این نیستن، تمایل ندارن بدن این مجوزها و معافیت ها رو. منتها خیلی مشخص است همینطور که این مقام تاکید کرد، سیاست آمریکا فشار حداکثری اقتصادی و سیاسی بر ایران هست و این خط مش رو دارن دنبال میکنن. جزئیاتی هم دادن، گفتن از ماه گذشته تا به حال در 13 کشور تیم‌های مشخصی رو فرستادن، لابی کردن برای اینکه حمایت کنن، جلب حمایت کنن از این کشورها برای تحریم‌های ایران. و همینطور خود این مقام گفت که در ظرف این همین هفته به کشورهای حوزه خلیج فارس خواهد رفت. در کشورهای عرب اینها به دنبال این هستن که کشورهای مانند عربستان سعودی بیان تولید نفت رو بالا ببرن تا اینکه اختلالی در بازار نفت ایجاد نشه. یک مورد دیگه رو هم بعد اضافه کنم که این مقام ساعتی پیش در واشنگتن اعلام کرد
مقام وزارت خارجه مشخصا طعنه ای زد به سفر آقای روحانی به اروپا، گفت که این در واقع جالبه از نظر او که آقای روحانی داره این میخواد به وین بره، پایتخت اتریش، جایی که به گفته او 29 سال پیش ماموران مخفی حکومت ایران، یکی از رهبران کرد که عبدالرحمن قاسملو رهبر حزب دموکرات کردستان ایران رو به گفته او ترور کردن. البته ترور رو حکومت ایران هیچ وقت مسئولیتش رو رسما به عهده نگرفت، منتها پیامش این بود به اروپایی ها بدونید که با چه کشوری، با چه حکومتی یا رژیمی به گفته او دارین سر و کار دارین و معاملات دارین. و خیلی مشخصا همزمان با این در واقع سفر آقای روحانی، واشنگتن هم اینجا میشه گفت که ساعت پیش نظرش رو کاملا مشخصا اعلام کرد و تاکید کرد بر این که در اعمال مجدد تحریم ها علیه ایران جدی هست. ممنونم از کامبیز فتحی همکارم در واشنگتن. همچنان کسرا ناجی رو در برن سوئیس داریم و اینجا در استودیو امیر پایور. امیر، کامبیز توضیح داد در مورد نگاه آمریکایی ها به مقوله اقتصادی و تحرکات اخیرشون، ولی واقعا میشه اینطور در نظر گرفت که نفت ایران رو، صادرات نفت ایران رو به صفر برسونن و اقتصاد ایران رو هم در منطقه و هم در جهان منزوی بکنن؟ عملی هست؟ ببینید، روی کاغذ ظرفیت مازاد مجموع کشورهای تو صادر کننده در روی کاغذ انقدر هست که اگر که تولیدات در واقع صادرات ایران متوقف شه جایگزین شه، ولی عملا معمولا این اتفاق تا حالا نیفتاده. چرا؟ چون اینطور نیست که شما اگر مثلا عربستان سعودی 2 میلیون بشکه ظرفیت مازاد تولید داره، حتما تمام این 2 میلیون ظرفیت مازاد رو استفاده بکنید. اولا که عربستان تا حالا هیچ وقت به ماکسیموم اون ظرفیتی که داره تولید نکرده، بخشی از اون تولید گران خواهد بود. و از همه چی مهمتر این است که معمولا در دنیا باید حدود همین 2 میلیون بشکه ظرفیت مازاد باقی بمونه برای حوادث غیر مترقبه. اگر در کشوری که تولید کننده نفت از زلزله بیاد، اگر ناگهان حکومتی تغییر کنه، جنگی بشه، چیز بشه. ببینید، بهترین نشانه برای این قضیه پاسخ این است وقتی نگاه میکنید علیرغم همه این در واقع اعتماد اطمینانی که از طرف مثلا آمریکا داده میشه در مورد اینکه عربستان قرار است جای ایران رو پر کنه، ولی قیمت نفت پایین نمیاد، در هولوش هم 77 تا 78 دلار باقی مونده، نشان میده که بازار نفت هنوز نگرانه به رغم اینکه گفته میشه که عربستان قرار است این کار انجام بده. در یک صورتی ممکنه و اون در صورتی است که روسیه هم در واقع وارد این بازی بشه. روسیه هم یک ظرفیت مازادی داره. اگر روسیه نمیپذیرفت که بخواد تولید خودش رو افزایش بده، این کار بسیار سخت‌تر می‌بود، ولی ممکن هست با توافقی که شد در اوپک روسیه بیش از اونچه که حتی باید طبق توافق اوپک تولید بکنه، که در اون صورت این کار آسان‌تر خواهد شد، ولی اینطور نیست که خیلی کار ساده‌ای باشه. همونطور که گفتم، نگاه بکنید به قیمت نفت در بازار جهانی. کسرا ناجی در برن. آقای ناجی، به ابعاد اقتصادی قضیه اشاره کاملی شد. آیا واقعا دیده میشه که سیاستمداران اروپایی بخوان پای ایران به اندازه‌ای بیستند که بتونه گرهی از کار ایران باز بکنه؟ این که میخوان شکی نیست. سیاستمدارای اروپایی، چه از خانم موگرینی گرفته تا حتی بالاتر از خانم موگرینی، در همه جا، خانم مرکل، نخست وزیر بریتانیا، رئیس جمهور فرانسه، اینها صحبت از این کردن که میخوان برجام رو حفظ کنن حتی الامکان. بنابراین خواستن یه طرف، توانستن طرف دیگه قضیه است، به این معنا که خیلی خوب میخوان. اما وقتی شرکت‌های بزرگ، کمپانی‌های نفتی، سرمایه‌گذاران بزرگ از ایران دور بشن، کارشون رو در ایران متوقف کنن، همونجوری که داریم می‌بینیم که دارن می‌کنن، این دولت مردها و زنها در اروپا کار چندانی واقعاً نمیتونن بکنن. یکی دو تا راه حل دارن که بعضی قوانین رو بذارن دوباره برگردونن، شاید این قوانین بعضی از شرکت‌ها رو متقاعد کنه که برگردن کارشون رو
با ایران ادامه بدن هم چندان روشن نیست. این شرکت ها باید بین به اصطلاح جریمه شدن از طرف اتحادیه اروپا یا جریمه شدن از طرف آمریکا یکی انتخاب کنن که انتخاب خوبی براشون نیست. الان به نظرم میرسه که امید اروپایی ها خانم موگیرینی و دیگران اینه که شرکت های کوچیک بتونن با ایران کار کنن، شرکت هایی که در آمریکا جای پای زیادی ندارن، زیاد در خطر تحریم های ثانوی آمریکا نیستن، ولی اون هم با وضع مسائل بانکی بسیار دشوار خواهد بود. وضع بانکی ایران اگر سویفت مثلا روابط رو قطع بکنه، پرداخت پول به ایران خیلی مشکل خواهد شد، انتقال پول به داخل و خارج مشکل خواهد شد. همین داستان FATF اگر ایران این قانون رو به تصویب نرسونه باز هم مسئله مشکل تر خواهد شد. بنابراین مسائل بانکی و مالی یک مانع بزرگ خواهند. تحولات دیگه ای هم رخ میده مثل آنچه که امروز اتفاق افتاد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در صفحه توییتر خودش با اشاره به اخبار مربوط به بازداشت یک دیپلمات ایرانی در ارتباط با موضوع بمب‌گذاری در گرد همایی مجاهدین خلق در پاریس نوشته که ایران هر گونه خشونت و ترور رو بدون قید و شرط محکوم میکنه، آماده همکاری برای روشن شدن موضوع هم هست. آیا در میان اروپایی ها کس را هیچ نگرانی از این دیده میشه که آنچه که در روزهای اخیر از ایران شنیده میشه مثل مثلا ناآرامی ها باعث بشه که به بی‌ثباتی در خاورمیانه دامن زده بشه؟ نگرانی به هر حال هست از اینکه در داخل ایران چه میگذره. مسئله حقوق بشر در ایران برای اتحادیه اروپا خیلی مهمه. اینجوری نیست که فرض کنید که مثلا این مسئله کناری، مسائل اقتصادی خیلی مهمتر و اینها ممکنه مهمتر باشه، ولی اهمیت مسائل حقوق بشر در ایران، وضع حقوق بشر در ایران اصلا کم نیست. فکر نمی کنم خود دولت مردان ایران هم این رو دست کم بگیرن. در مذاکراتشون، در گفتگوهاشون همیشه مسئله حقوق بشر ایران هست، اگرچه اینا رو پشت درهای بسته فعلا دارن مطرح میکنن. و از اینم که بگذریم، خب مسئله گسترش ناآرامی ها، آن چیزی که ما در خرمشهر و جای دیگه، تهران، شهرهای دیگه در روزهای اخیر دیدیم، در هفته های اخیر، در ماه های اخیر دیدیم، خب جای نگرانی داره که اگر وضع ایران به بی‌ثباتی بیشتری گسترش پیدا کنه، خب این بی‌ثباتی نتیجهش برای منطقه چه خواهد بود، چه اتفاقی خواهد افتاد. اینها رو همه زیر نظر دارن، ولی امیدواری اینه که دولت ایران بتونه کنترل کنه، بتونه نقض حقوق بشر رو بهش خاتمه بده، بتونه به یک روال عادی حکومتداری برگرده. ممنونم از کسرا ناجی، همکارم در برن سوئیس با ما، و همینطور اینجا در استودیو امیر پایور. در ایران انتشار فهرست ناقص دریافت کنندگان دلار دولتی جنجال برانگیز شده، مخصوصا که نام وارد کنندگان خودرو در این فهرست نیست. وزارت صنعت میگوید اسامی شرکت های وارد کننده خودرو را به نام به بانک مرکزی داده، ولی این بانک آن را منتشر نکرده. از سوی دیگر بانک مرکزی میگوید فهرست دریافتی از وزارت صنعت را به طور کامل منتشر کرده، تناقضی که باعث افزایش ابهام ها شده. مرداد سید عسکری روزنامه نگار اقتصادی از شهر اسلو در نروژ با ماست، شاید بتونن کمک کنن که مقداری از این ابهام ها برطرف بشه. آقای سید عسکری، چرا اینقدر این دو نهاد، بانک مرکزی و وزارت صنعت، اومدن تقصیر رو گردن هم میندازن؟ اگر قراره که این فهرست منتشر بشه، چرا به صورت کامل منتشر نمیشه؟ من قبل از اینکه به پاسخ شما بدم اندکی به عقب برمیگردم. زمانی که یک کالا اشتباه قیمت گذاری میشه، باعث این میشه کالای شیرینی مثل دلار، باعث این میشه که همه وارد کننده بشن، و از میان کسانی که در این خصوص تخصص دارن مثل وارد کنندگان، عملا تبدیل به این میشن که اگر رانت اطلاعاتی داشته باشن یک سری کالاهای خاصی رو وارد کنن، و اگر رانت اطلاعاتی نداشته باشن باعث این میشه که هر کالایی رو وارد بکنن. این امر باعث اصلی این اختلال در این ریستا هست. تلقی من بر این هستش که نوعی اختلال در سیستم هدایت و مدیریت در این قضیه وجود داره، به همراه رانتی که در پشت قضیه وجود داره، با توجه به اینکه علائم بسیار روشنی وجود داره که در این انتشار این لیست، این اختلاف ها ناشی از این هست که برخی از مقامات حکومتی در وارد کردن برخی کالاهای خاص دست داشتن، در نتیجه ما شاهد این اختلاف ها در این لیست ها هست.
الان وزارت صنعت گفته این فهرست منتشر شده که به استحضار هموطنان برسد. به استحضار هموطنان برسد که چه اتفاقی بیفته؟ مردم چه کار میتونن میکنن؟ مسئله این هست که میخواهد شفاف سازی بشه و با توجه به اینکه این اولین بار این لیست توسط وزارت مخابرات این امر اطلاع رسانی شد و نوعی تقاضا رو برای این امر ایجاد کرد که بقیه رو منتشر بکنید تا ما کسانی رو که از این لیست ها استفاده میکنن بشناسیم و قضیه شفاف سازی بشه، دولت به شدت تحت فشار قرار گرفت. لایه های در درون دولت مقاومت کردن و هنوز مقاومت میکنن، اما رأس هرم دولت دستور رو داده که این قضیه شفاف سازی بشه تا عملا به یکی از وعده هایی که به مردم در طی این چند سال داده شده عملیاتی بشه. ماهیتا انتشار این لیست ها حتی با تنش هایی که داره بسیار مثبت ارزیابی میشه. الان این فهرست به فرض اینکه حتی به طور کامل منتشر بشه، بعدش چه اتفاقی میفته؟ مثلا کسی که خودروی گرون خریده چطور میتونه پولی رو که از دست داده پس بگیره؟ کسی نمیتونه کاری بکنه، ولی این امر با انتشار این لیست‌ها باعث شفاف سازی میشه و سیستم هر چقدر به سمت شفاف سازی حرکت بکنه ماهیتاً امر درستی هست. کسانی که در این خصوص ضرر کردن متاسف هستیم که ضرر کردن و البته دولت باید در این خصوص پاسخگو باشه و دیگر مقامات حاکمیت و کسانی که از این رانت‌ها برخوردار هستند. ولی باز تکرار میکنم، انتشار این لیست‌ها ماهیتاً به اصل شفافیت که یک اصل مهم در اقتصاد هست بسیار کمک میکنه. اصل شفافیت درباره انتشار اسامی فقط به نظر میرسه اما کافی نباشه. به نظر میرسه که سوال اصلی باید این باشه که چه کسی تصمیم گرفته که این دلار دولتی رو در اختیار مثلا خودروسازها قرار بده، در حالی که خودرو اصلا کالای حیاتی به حساب نمیاد. دقیقاً این امر بسیار مهمی است. در این مقطع ما باید به دنبال این باشیم چه کسانی این تصمیم اشتباه قیمت‌گذاری 4200 تومانی رو تصمیم سازی کردند، چه کسانی اونها رو اجرا کردند. بی‌تردید این امر اگر با همین سرعت و شدت بخواد حرکت بکنه به نقطه اصلی خودش اصابت خواهد کرد و ما دقیقاً مقصر اصلی رو شناسایی می‌کنیم. پس باید به نظر من از این سیستم شفاف سازی با نهایت شدت و حدت حمایت بکنیم. حالا اونطور که شما گفتید کسانی که پولشون رو از دست دادن که ممکنه که به پولشون نتونن برسن، ولی چقدر احتمال داره که این شفاف سازی باعث بشه که اون افرادی که این دلارها رو دریافت کردن و بعد چنین کالاهایی رو آوردن از طرف مقام‌های قضایی مورد تعقیب قرار بگیرن؟ این بستگی به نحوه رفتار مقامات قضایی داره و اینکه به واقع خود سیستم قوه قضایی هم آیا بخشیش رو از این رانت ها بهره‌مند شده یا نه، این رو نباید با خوشبینی نگاه کرد، با بدبینی هم نباید نگاه کرد. اما اینکه ما بخواهیم ماهیتاً دستگاه قضا رو ما مجبور بکنیم که بسیار ورود بکنه با توجه به اینکه دستگاه قضایی هم خیلی در این خصوص خیلی خشن عمل میکنه، به نظر من یک پیشنهاد هست. ماهیتاً سیستم های درونی خود وزارتخونه‌ها در خود دولت به همراه پشتیبانی رسانه‌ها و افکار عمومی میتونه تصحیح بکنه و ورود قوه قضاییه رو من برای یک کلیت خوب نمیدونم، اما در برخی موارد مثل واردات موضوع وارداتی که رانت های خاص داره میتونه مفید باشه. ممنونم. مهرداد سید عسکری، روزنامه‌نگار اقتصادی از نروژ با ما. برنامه 60 دقیقه رو با چند خبر کوتاه ادامه میدیم. دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران گفته برای کنترل قاچاق ارز و طلا ابزارهای کنترلی جدیدی در فرودگاه امام خمینی نصب خواهد شد. علی اکبر پور احمد نژاد گفته که دستگاه‌های اشعه ایکس جدیدی در این فرودگاه استفاده خواهد شد که می‌توانند هر گونه فلز با هر آلیاژی را تشخیص دهند. به گفته مقام‌های ایرانی کشف موارد قاچاق کالا و ارز از فرودگاه‌های این کشور در 3 ماه گذشته رشد 95% داشته. اداره محیط زیست استان کردستان ایران اعلام کرده که تعداد زیادی ماهی و آبزی در رودخانه فصلی قزل‌اوزن از توابع شهرستان بیجار به علت مسمومیت با نوعی سم نباتی تلف شدند. به گفته فریبا رضایی رئیس محیط زیست کردستان، این سازمان در حال پیگیری دلیل ورود این سم به رودخانه است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به رادیو تلویزیون ایران، 20 خودروی نمایندگان مجلس ایران طی یک سال به سرقت رفته. این خودروها دارای برچسب هولوگرام دار برای تردد از درهای اصلی مجلس بودند. در این گزارش گفته شده که این سرقت ها بیشتر در منطقه غرب تهران اتفاق افتاده. هنوز مشخص نیست از این تعداد چند خودرو کشف یا بازگردانده شده. و
مقام‌های محلی در لنگرود در شمال ایران میگویند که آتش‌سوزی وسیع در جنگل‌های این منطقه احتمالاً عمدی بوده. به گفته آنها حدود 50 هکتار از این جنگل‌ها در آتش سوخته. نحوه شروع آتش‌سوزی در دست بررسی است و ماموران در جستجوی شواهدی هستند که به آنها در یافتن هویت عاملان احتمالی آتش‌سوزی کمک کند. استانداری خوزستان در جنوب غرب ایران میگوید تا 4 روز دیگر آب شرب با کیفیت در دسترس مردم خرمشهر و آبادان قرار میگیرد. اعتراض‌ها به کمبود آب آشامیدنی در خرمشهر شنبه به خشونت کشیده شد. مقام‌ها میگویند در حال تکمیل خط دوم طرح قدیر برای آبرسانی به خرمشهر و آبادان هستند. همزمان دیشب در ماهشهر هم افرادی در حمایت از اعتراض‌ها در خرمشهر به خیابان‌ها رفتند. مهرزاد کاهن روز گزارش می‌دهد. تجمع مردم خورموسا از توابع ماهشهر جنوب استان خوزستان در حمایت از هم استانی های خود. کمبود آب آشامیدنی در خرمشهر از روز شنبه فضا را در این گوشه ایران ملتهب کرده. مردم خورموسا حالا به یاد مردم خرمشهر اصطلاحاً یزله می کنند. مسئله آب است. بحران آب. رودخانه بهمنشیر، این رودخانه آبش شور شده. یک ماه است. سطح آب پایین آمد، آب خلیج فارس وارد رودخانه شد و همان آب وارد تصفیه خانه ها و به دنبال آن وارد خانه های مردم منطقه. این فرایند آب شرب را در منطقه نابود کرد. بحران آب حالا مسئله استراتژیک و امنیتی برای ایران. معاون عمرانی استاندار خوزستان میگوید 15 تیر ماه آب با کیفیت و کمیت مناسب در دسترس مردم خرمشهر و آبادان قرار خواهد گرفت. او گفته با توجه به پایین آمدن کیفیت و همچنین شوری آب رودخانه ها تنها از خط دوم طرح قدیر برای آبرسانی به خرمشهر و آبادان استفاده خواهد شد. امروز 11/4/97 تو آبادان. این وضعیت آب ما. گرمای هوا حدود 50 درجه. من نمیدونم اخبار با اینا که مصاحبه میکنه میگن آب داریم از کجا میارم. بگیم ما هم بریم همونجا پیدا کنیم. اینم پمپ. پمپو میزنی هنوز هم نداره. این وضعیت آب آبادانه. نه هوا داره نه آب. پمپ آب رفته، پمپ هم تو روشنه. شرکت آب و فاضلاب آبادان گفته روزانه 400 هزار لیتر آب معدنی، بسته‌بندی و پاکتی در آبادان و خرمشهر توزیع می شود. مسئولان این شرکت می گویند بیش از 50 تانکر حدود 3 میلیون لیتر آب شرب را در شهرها و روستاهای اطراف تأمین می کنند. پیش بینی می شد که ایران در آینده نزدیک با پیامدهای بحران آب دست و پنجه نرم خواهد کرد. مقام ها هم فعلا در کنار رسیدگی به علل و عوامل داخلی نیم نگاهی به عوامل بیرونی دارند. رئیس سازمان پدافند غیر عامل ایران امروز گفته بحث تغییرات اقلیم در ایران مشکوک به دخالت خارجی هاست. او گفته تیم های مشترکی از اسرائیل و یکی از کشورهای همسایه ابرهای در حال ورود به ایران را غیر بارور می کنند. احتمالی که فوراً از سوی یک مقام دیگر ایرانی تکذیب شد. مرساد کوهنوز، بی بی سی. در ادامه این برنامه 60 دقیقه، گزارش سازمان خیریه امر درباره وضعیت سلامت روانی پناهجویان و شکایت فدراسیون فوتبال ایران به فدراسیون جهانی درباره شفاف نبودن مقررات استفاده از کمک داور ویدیویی. کمیسیون انتخابات افغانستان گفته برای حمایت از اقلیت‌های مذهبی تدابیر تازه‌ای در نظر خواهد گرفت تا فرصت حضور آنها در نهادهای قانون‌گذاری این کشور مهیا شود. دیروز در یک حمله انتحاری در جلال آباد مرکز ننگرهار نزدیک به 20 نفر از جمله اوتار سینگ، تنها نامزد سیک برای انتخابات پارلمانی، کشته شدند. زینب محمدی خبرنگار ما تنها چند روز پیش از این حادثه به سراغ اوتار سینگ رفته و از مشکلات اقلیت‌های سیک و هندو در افغانستان پرسیده. تا
ده ها اتاق در یک سهم. مسافرخانه نیست. سال هاست که خانواده های زیادی در درمسار یا عبادتگاه زندگی می کنند. قصب خانه هایشان، فقر و ترس از آزار و اذیت مردم پای آنها را برخلاف اعتقادات مذهبیشان برای زندگی به اینجا کشانده. همراه با دو پسر جوان و شوهرش 10 سال است در همین یک اتاق زندگی می کند. مهاجر شده اما دوباره برگشته. سه بار ما این رفتیم کار شوهر من نچلیده پس آمدیم کابل. بیادرهای ما، پدر مادرم، خوارای ما، کل آقای از مادرش پدرش کل گرفتن. دوتا خوار داره شوهر ما. او رفتن، بیادرهایش رفتن، پس نامدن دیگه. تحقیر و توهین، گاهی حتی لطکوب، سالها رفتن به مدرسه محرومشان ساخت. حالا در تلاش آموختن در مدارس و کلاس‌های خصوصی. سایه درد سرها همیشه بر سرشان است. از کودکی تا بزرگسالی، حتی پس از مرگ. بیشتر از یک قرن است که این محل شمشان یا هندوسوزان اهل هنود و سکه افغانستان است. شمار اهالی این محل در گذشته انگوش شمار بود. اما حالا ای اکثریت دردسری شده برای ای اقلیت. بارها عزاداران هندو و سکه و اجساد مردگان آنها از سوی باشندگان این منطقه سنگباران شدند. حالا آنها مجبورند برای اجرای مراسمشان با پلیس به اینجا بیایند. قرار بود اولین نماینده هندو و سیک باشد که پا به خانه قانونگذاری می گذارد. گام هایی که پیش از رسیدن به هدف متوقف شد. 8 عضو خانوادهش قربانی جنگ های داخلی شدند. اما هنوز اصرار به ماندن داشت حتی به قیمت جانش. در سال 70 8 نفر ما در خانه ما شهید شد. 7 نفر زخمی شد. ما وطن خود اعلان ندادیم. همینجا هستم و حالم ما در خانه خود 14 نفر فامیل دارم به خاطر خاک عزت مادر ما را دارد و آبرو عزت مادر نمی خاک نگاه کردد که همین 14 نفر هم شهید شوه. ما دی وطن خارج نخواست شدیم و دی وطن خود خدمت خواه کردیم و او رو افتخار باشه که خاطر خاک ما که عزت مادر ما را دارد و مرمیش در سینه ما بلاگد. مردی 55 ساله با سابقه کار در ارتش و سنای افغانستان. او یکی از قربانیان حمله انتحاری دیروز در جلال آباد بود که اکثریتشان اهل هنود و سکه بودند. قرار بود صدای مردمی باشد که از شنیدنش شدن شاکیند. اما برای همیشه خاموش شد. زینب محمدی، BBC، کابل. موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم با همکارم داوود قاری‌زاده اینجا در استودیو. یک بار دیگه مخالفان مسلح، حالا مشخصا اینجا گروه داعش که مسئولیت رو به عهده گرفته، شکنندگی وضعیت امنیتی افغانستان رو به رخ رئیس جمهوری افغانستان کشیدن، چون آقای غنی امروز در جلال آباد بود. به نظر میاد که وضعیت امنیتی بسیار بهتر از گذشته شده اگر این حادثه رو به عنوان یک نمونه در نظر بگیریم. بدون شک وضعیت امنیتی میشه گفت که سال به سال هر ماه رو به وخامت بوده و به خصوص وقت رئیس جمهور در یک ولایت میره سفر میکنه و همچون یک حادثه رخ میده، این تقریبا میشه گفت کم سابقه بوده، چون وقت رئیس جمهور به ولایت افغانستان سفر میکنه به شهرهای مختلف، قبل از سفر تدابیر شدید امنیتی در اونجا اتخاذ میشه و نیروهای ویژه مخصوص خود حفاظت از ریاست جمهوری اینا یکی دو روز قبل اونجا میرن و وضعیت طور میخوان امنیتش رو تامین کنن که حادثه مثل حادثه جلال آباد اتفاق نیفته. ولی این حادثه خیلی خبرساز شد به دلیل از اینکه هدف این بمب‌گذاری در واقع کسانی بودند که اونجا برای دیدار با رئیس جمهور جمع شده بودند، یعنی اکثریتشان هم که سیک ها و هندوها بودند. این خبر به مراتب بیشتر از هر حملات دیگه در افغانستان در رسانه ها و اینجا پوشش داده شد و واکنش های بسیار جدی را هم در پی داشتند. اوتار سینگ که قربانی شده در اینجا و کسی بود که خودش رو کاندید انتخابات کرده بود وارد سیاست شده بود. حالا این حمله
حمله به یک سیاستمدار تلقی میشه که میخواست از مردم خودش نمایندگی بکنه در پارلمان افغانستان و دست بر قضا در حال در مسیر دیدار با رئیس جمهوری بود، و یا حمله به یک اقلیت مذهبی و قومی. داعش که مسئولیت به عهده گرفته در بیانیه منسوب به این گروه در واقع در اینجا گفته که حمله هدفش گروه بوده که مشرکن، یعنی هندوها و سیک ها بخصوص به دلیل مذهبشان. ولی در مجموع وقت شما نگاه میکنید حملات به این شکل، ما مثلا یک ماه، حدود یک ماه پیش در جریان آتش بس وقت طالبان وارد شهرهای مختلف شدن از جمله شهر جلال آباد، یک تعداد از طالبان و همینطور مقامات افغان و مردم عادی حتی در محل در خود شهر جلال آباد در مکان دولتی گرده هم آمدن تا در مورد صلح اینا صحبت کنن، و این گرده همایی از اینا هم هدف حمله داعش قرار گرفت که در اونجا همشون یا شیعه یا سنی بودن و هندو و سیکی در اونجا وجود نداشت. ولی کلن میشه گفت که سخت است بگیم که مثلا این حمله به خاطر مذهبی بودن از اینا و یا به خاطر اوتار سینگ که اولین به اصطلاح نماینده هندو و سیک ها بود که قرار بود بره در انتخابات پارلمانی پیشرو شرکت کنه. ولی کلن داعش دنبال همچون اهداف میگرده که بتونه با راحتی و با آسانی بره هدف قرار بده، و واکنش ها همونطور که گفتم خیلی تون بوده. مثلا یکی از مقامات سابق دولت افغانستان در توییترش نوشته که خب رئیس جمهور وقتی به ولایت سفر میکنه به خاطر افتتاح پروژه های خیلی کوچک چه لزومی داره که باید رئیس جمهور اونجا بره؟ چرا نمیگذاره که مثلا مقام های محلی کار انجام بدن و یا وزرای کار انجام بدن؟ و همینطور گفته که وقت نمیتونه امنیت یک گروهی را که برای دیدار رئیس جمهور آمده تامین کنه، خب نیاز نیست که همچون یک اقدام صورت بگیره، بهتر است که این گروه را به کابل دعوت کنه و در ارگ ریاست جمهوری ببینن، چون از دید این مقام سابق ارگ ریاست جمهوری تنها منطقه امن در کل افغانستان است. ممنونم از داوود قاری‌زاده. نمایندگان دو حزب محافظه‌کار دولت ائتلافی آلمان از صدر اعظم و وزیر کشور خواستند که اختلاف درباره قانون مهاجرت را کنار بگذارند و این بحران سه ماهه را تمام کنند. هورست سیهوفر وزیر کشور آلمان تهدید کرده که در اعتراض به تصمیمات آنگلا مرکل صدر اعظم از مقامش استعفا می‌دهد. هشدار آقای سیهوفر در پی اعلام توافق آنگلا مرکل با دیگر اعضای اتحادیه اروپا بر سر موضوع پناهجویان اعلام شد. دو طرف از ساعتی پیش در حال گفتگو هستند و انتظار می رود جلسه تا دیر وقت شب طول بکشد. رعنا رحیم‌پور گزارش می دهد. این مرد از اعضای دولت ائتلافی آنگلا مرکل است و همچنین یکی از جنجالی ترین منتقدانش. حالا هورست سیهوفر وزیر کشور و رهبر حزب اتحاد سوسیال مسیحی گفته آماده است که در اعتراض به توافق صدر اعظم با اعضای اتحادیه اروپا بر سر سیاست‌های مهاجرتی کناره‌گیری کند. هفته پیش در نشستی در بروکسل رهبران اتحادیه اروپا توافق کردند که مهاجران را به شکلی متعادل‌تر بین کشورهای عضو اتحادیه تقسیم کنند و مراکز پذیرش جدیدی برای بررسی درخواست‌های پناهندگی تأسیس کنند. گفتگوها زمانی آغاز شد که ایتالیا و مالت از پذیرش این کشتی حامل پناهجویان آفریقایی سرباز زدند. سیاست تازه آنگلا مرکل درباره تأسیس مراکز پذیرش به نسبت قبل که سیاست درهای باز را اعلام کرده بود خیلی سختگیرانه تر است. اما تصمیمی که در بروکسل پس از چند ساعت چانه‌زنی به دست آمد در خانه با مشکل روبرو شده. وزیر کشور تهدید کرده که اگر آنگلا مرکل سختگیری بیشتری نکند به مرزبانهای آلمان دستور می‌دهد که مهاجران را از لب مرز برگرداند. آقای زیهوفر می‌گوید بستن مرزها بهتر از تشکیل مراکز پذیرش است. خانم مرکل یا باید به خواسته های وزیرش تن دهد یا عملاً او و حزبش را از کابینه کنار بگذارد. اقدامی که ادامه حیات دولت ائتلافی را به خطر می‌اندازد. صدر اعظم آلمان ترجیح می‌دهد که با حفظ ائتلاف مانع انتخابات جدید شود. کارشناسان معتقدند که تضعیف دولت راستگرایان افراطی را در آلمان تقویت می‌کند و منجر به بی‌ثباتی سیاسی هم در آلمان و هم اتحادیه اروپا می‌شود. رعنا رحیم‌پور، بی بی سی. برنامه خب. با چند خبر ورزشی ادامه می‌دهیم.
در ادامه بازی های مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی روسیه، برزیل هم با یک پیروزی بی حرف و حدیث به یک چهارم نهایی رسید. ساعت پیش در شهر سامارا برزیل با دو گل نیمار جونیور و روبرتو فرمینیو مکزیک را حذف کرد. برزیل در یک چهارم نهایی با برنده مسابقه تیم های بلژیک و ژاپن روبرو میشه که هم اکنون در جریانه. در تهران تیم ملی بسکتبال ایران بدون دردسر با نتیجه 88-56 قزاقستان را شکست داد و در صدر گروه چهارم انتخابی مجموعه آسیا و اقیانوسیه قرار گرفت. ایران در دور بعدی با فیلیپین و ژاپن در شرق دور و تیم قدرتمند استرالیا روبرو می شود. جام جهانی 2019 بسکتبال در چین برگزار می شود و به جز میزبان 7 تیم آسیایی دیگر می توانند حضور داشته باشند. مسابقات تنیس ویمبلدون از امروز در لندن شروع شد و در اولین روز هم شاهد شگفتی بود. سلوان استونز آمریکایی که ماه پیش به فینال اوپن فرانسه رسیده بود، بزرگترین قربانی دور اول در انفرادی زنان بود. وقت چهارم قهرمانی به نفر 55 جهان باخته است. فدراسیون فوتبال ایران بعد از نشست خبری رئیس کمیته داوران فیفا به فدراسیون جهانی شکایت کرده. ایران میگوید در استفاده از کمک داور ویدیویی دستورالعمل و سلسله مراتب تصمیم گیری مشخص نیست. در طول دو مسابقه ایران با اسپانیا و پرتغال در جام جهانی 4 بار به کمک داور ویدیویی رجوع شد و به جز یک مورد تصمیماتی که گرفته شد دلخواه ایران نبود. این الان پوریا ژافره اینجاست تا موضوع بیشتر با همدیگه صحبت بکنیم دربارش. پوریا، مشخصا اعتراض ایران چیه؟ شکایتش از چیه؟ به نظر میاد که کار جالبیه به خاطر اینکه همه فرصت پیدا میکنن که یک بار دیگه مرور کنن صحنه رو. درسته، روز 29 جون وقتی که مرحله گروهی جام جهانی تموم شد، پیر لویجی کولینا، داور بیمو، حالا کچل مثل خود من معروف ایتالیایی که رئیس کمیته داوران فیفا هم هست، اومد گفتش که ما با استفاده از کمک داور ویدیویی 99.3% تونستیم اشتباهات رو بیاریم پایین و فقط 0.7% مشکل الان وجود داره. ایران میگه که ما هنوز برامون مشخص نیست که شما چجوری دارید این کار رو انجام میدید و تا یه اندازه هم حق دارن، به خاطر اینکه مثلا توی اون دوتا بازی به خصوص سر بازی با پرتغال خیلی از تماشاگرای ایرانی که دور و بر من نشسته بودن خیلی می اومدن طرف من سوال میکردن که آقا چه اتفاقی داره میفته اینجا، کی داره چیکار میکنه. و اعتراض واردیه، میگه که شما همه دارین در طول جام جهانی دیدین مسابقه ها رو، یه دفعه معلوم نیستش که چی میشه که تصمیم میگیرن که کمک داور ویدیویی استفاده بکنن. آیا اون آدمایی که تو اتاق نشستن دارن از تصویر نگاه میکنن، اونا به داور میگن که دوباره بیا نگاه بکن؟ آیا داور به اونها میگه که چک بکنید اینو واسه من مطمئن نیستم که داره چه اتفاقی میفته؟ آیا این مکالمه رو کمک داورا گوش میکنن؟ به خاطر اینکه سر بازی با اسپانیا دیدیم که کمک داور بعد از اینکه بهش گفتن پرچم زد و حالا خود ایران معترض میگه که شما بعد از اینکه وی آر کمک داور ویدیویی نگاه کردین بازم معلوم نیستش که این اتفاق آفساید بود یا نبود. بنابراین بحث ایران سر پروتکل، سر دستورالعمل، سر سلسله مراتبه که کی کجا داره چه تصمیم میگیره. و خیلی حرف جالبی زده بود. توی راگبی یک هدفون و گوشی وصل هست به داورا، وقتی که نگاه میکنن به تصاویر همه جمعیت ورزشگاه میتونن بشنون که یعنی که در واقع تو ذهن داور داره چی میگذره و اونجا میتونه توضیح بده بهشون. کیروش یک مسئله دیگه هم که مطرح بود راجب خود تماشاگر ایران بود، میگفت آقا این تماشاگر ایران حالا با توجه به دلار خیلی گران قیمت خیلیشون از ایران دارن میان، خانواده هاشون رو گذاشتن، دوری از خانواده، مسافت هستش، خرج هستش و اینا، حداقل حقشون اینه که بدونن چه اتفاقی داره میفته الان توی زمین مسابقه، یعنی اومدن سر بازی حداقل اونا باید بدونن که چی داره میشه. و خب اعتراض رسمی خودشون رو به فیفا دادن. مشخصا فیفا حالا باید که یک جوابی به اونها بده به خاطر اینکه این یه سیستم جدیده و داره همینجور هی سعی میکنه که خودشو بهتر و بهتر بکنه و هنوز خیلی کار داره که بخواد به اون چیزی که واقعا یعنی کاملا حق و رعایت بکنه برسیم. و
ولی اگر اشتباهی رخ داده باشه این شکایت ایران نمیتونه نتیجه ای رو عوض کنه. نه نتیجه رو عوض نمی کنه. یعنی که الان اون دو تا تیمی که ایران هست کردن خودشون خدافظی کردن، برگشتن اسپانیا و پرتغال، اتفاقی نمیفته. یعنی اینجوری نیستش که بخوام برگردن بگن که ما نچر برمیگردیم ایران برگرده به جام جهانی. ولی همونطور که گفتم یه مسئله این هستش که این شکایت‌ها اینطوری کمک میکنه که قانون بهتر بشه و هی تصحیح بشه هرچی جلوتر میریم. و این مسئله دیگه این که نگاه بکنن ببینن گاهی اوقات ما ممکنه که برگردیم. مثلا بعضی از قانونایی که تو فوتبال عوض شد، پاس رو به عقب به دروازه‌بان رو ممنوع کردن، گفتن که با دست دیگه نمیتونه برداره که بازی جذاب‌تر بشه، که خب قانون خوبی بود. یا یعنی اینکه مثلا آفسایدهای مساوی رو برداشتن، ولی دیدیم که مثلا قانون گل طلایی یا گل نقره‌ای رو آوردن، دیدن که قانون بیخودیه، خیلی از اوقات داره ضرر میزنه به تیم‌ها، اون رو برداشتن، برگشتیم به همون حالت قبلی. بنابراین من فکر می‌کنم که هنوز توی این مرحله هستش که داره آزمون و خطا اتفاق میفته و هم خود داورا بهتر میفهمن چی میشه، هم کادر فنی‌ها و بازیکن‌ها. پور، خودت بودی در بازی‌های متعددی، در سن پترزبورگ بودی، در مسکو بودی، در جای دیگه بودی، در مجموع این اتفاقی که میفته توی زمین این هیجان رو زیادتر میکنه، بازی رو جالبتر میکنه، یا ممکنه که مشکلی ایجاد بکنه، مثلا سرعت بازی رو کم بکنه؟ سوال خیلی خوبی مطرح کردی. بحث این بود که بله، حالا اون هیجانی که پیش میاد اینه که خب اون چند لحظه همه تو اون هیجان باید بمونن تا ببینن چه تصمیمی گرفته میشه، ولی بحث اینه که به صورت طبیعی وقتی که یه اتفاق جنجال برانگیز میفته، یعنی مثلا صحنه پنالتی هست، کسی کسی رو مثلا ضربه زده، کارت قرمزی هست، یک وقفه طبیعی تو بازی اتفاق میفته. یعنی که یه دفعه بازیکن‌ها میان به داور اعتراض میکنن، یعنی بازی از جریان یه مقدار خارج میشه. این که تا چه اندازه و چطوری باید بشه هنوز جا نیافتاده کاملا. شخصا فکر میکنم اگه که فیفا میخواد حرف منو گوش بکنه، فکر میکنم که بعد به هر تیم اجازه بدن که دو بار مثلا حق اعتراض داشته باشه، مثل تنیس، به اینکه مثلا این یکی و این یکی رو لطفا برین چک بکنید ببینید که چطوریه، و اونجوری شاید بهتر باشه. یعنی که هر لحظه ای که داور یا اون آدمایی که تو اون اتاق نشستن، 5 نفری که در نگاه میکنن، یه دفعه به خودشون نرن که بگن که مثلا این برگردیم بازی رو نگه دارین، این اجازه رو بدن به تیم ها و اونجوری مشخصا شکایت کمتری هم خواهد بود، به خاطر اینکه خود اونها هستن که اعتراض میکنن. ممنونم از پوریا ژافره. و باید اضافه بکنیم که اگه مایل به دنبال کردن گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتری درباره جام جهانی فوتبال هستید، می‌تونید به وبسایت ما صفحه جام جهانی فوتبال سر بزنید. جدول و نتایج مسابقات رو هم می‌تونید روی سایت ببینید. و مطلب اصلی این صفحه در حال حاضر یادداشت همکارم پناه فرهاد بهمن با عنوان مسافر برگشتی جام جهانی، حق‌خوری از سارانسک تا خرمشهر، که پناه فرهاد بهمن در اون توضیح میده که چی شد که کسی که کاملا تصادفی از جام جهانی و مسابقه ایران و مراکش سر در آورده بود، بعد از برگشت به لندن دوباره برای مسابقه آخر مسافر برگشتی جام جهانی شد. آدرس ما هست @bbcpersian.com. باید اضافه بکنم که پناه فرهاد بهمن تهیه کننده همین برنامه 60 دقیقه هم بوده و بنابراین از موقعیت خودش به عنوان یک رانت شاید استفاده کرده. در هر صورت، سازمان خیریه امر یک نهاد بریتانیایی است که به خصوص در زمینه تامین کمک‌های بهداشتی، آموزشی و بهداشت روانی برای آوارگان و بیجا شدگان ناشی از جنگ کار می‌کند. این سازمان در گزارش امسالش عمدتاً روی وضعیت زنان ایزدی که در زمان اوج قدرت داعش از سوی نیروهای این گروه آزار دیدند تمرکز کرده. گفتگوی داشتم با بارونس اما نیکلسون، مدیرعامل خیریه امر، و از او درباره وضعیت سلامت روان زنان ایزدی که در گزارش امسال اونها اشاره شده بهشون پرسیدم. As you know, there are still 2,000 to 3,000 young ladies. همانطور که می‌دانید، حدود 2,000 to 3,000 زن جوان هنوز در اسارت داعش هستند. برخی از آنها در سوریه نگهداری می‌شوند و بعضی در جاهای دیگر.
برای همین تمام فکر ایزدی ها این است که چطور این زنان را آزاد کنند. من این موضوع را درک می کنم، چون تیم های ما، تیم های پزشکان و پرستاران و معلمان که با آنها در سراسر عراق کار می کنیم که بعضی ها خودشان هم عراقی و حتی ایزدی هستند، آنها از تأثیر آنچه داعش انجام داده آگاهند و تأثیر غیبت این زنان از جامعهشان را می بینند. برای همین ما به خوبی در بنیادمان می دانیم که پیامدهای وحشتناک تجاوز، شکنجه، آزار و شاهد قتل بودن که این مردم با آن مواجه شدند چیست؟ شما با بسیاری از کسایی که از دست داعش نجات پیدا کردن صحبت کردین، باشون کار کردین، وضعیت روانی اونها چطور است؟ چه مشکلاتی رنج میبرن؟ در حال حاضر ایزدی ها در اردوگاه های پناهجویان اکثرا در شمال عراق به سر میبرند. 350 هزار نفر از آنها در این اردوگاه ها هستند و بنیاد ما همراه با خیریه های دیگر امکانات بهداشتی، سلامت، مراقبت های روانشناسی و آموزش برای حدود 250 هزار نفر از آنها یا حتی بیشتر از آن ارائه کرده. تقریبا تمام کسانی را که در اردوگاه ها هستند پوشش میدهیم. با دیگر بیجا شدگان عراقی هم کار میکنیم، برای اینکه فرقی نمی کند، همه‌شان بر اثر جنگ آواره شدند. در بقیه بخش‌های عراق هم ساخت و سازهایی داشتیم با کمک‌های سخاوتمندانه امیر کویت و حالا که دسترسی به موسل فراهم می‌شود، آنجا هم کودکان بی سرپرست بسیاری خواهند بود. بنابراین فقط مسئله ایزدی‌ها نیستند. عراق کم کم خودش را بعد از دهه‌ها جنگ پیدا می‌کند. آسیب‌هایی که به هر کدام از گروه‌ها وارد شده باور نکردنی است، اما ایزدی‌ها آسیب‌های بسیار زیادی دیدند. شما در گزارشتون از اقدامات عملی صحبت کردین که میخواین انجام بشه برای اینکه آزار و اذیت مذهبی مخصوصا علیه ایزدی ها به پایان برسه. این اقدامات عملی چیا هستن؟ The MR Foundation is not a government. We are entirely a private. بنیاد ما یک دولت نیست. ما کاملا یک خیریه خصوصی هستیم و بر اساس تعریف خیریه که کمک به دیگران است کار میکنیم. برای همین متاسفانه من نمیتونم باید و نباید برای کسی تعیین کنم. ما برای کمک اونجا هستیم و برای اینکه این خدمات حیاتی رو تامین کنیم. ما باید اونها رو متقاعد کنیم و کمکشون کنیم و باید دوستشون در زمان نیاز باشیم. در حال حاضر هر ماه 35 هزار وقت ملاقات روانشناسی در 26 مرکز مختلف داریم که بعضی از اونها در اختیار ایزدی ها قرار میگیره. باید با مقامات بهداشتی محلی و کشوری رابطه نزدیکی داشته باشیم. ما یک شریک داوطلب برای بخش بهداشت هستیم. در بخش های آموزش و حقوق زنان و اشتغال زنان هم همکاری میکنیم. به پایان این بخش خبر میرسیم. ممنونم از همراهی شما. شب و روز بر شما خوش. چند تایی دزدی تو این منطقه صورت گرفته؟
فرانک مبتلا به سرطان لوزالمعده است. فکر میکنین چقدر طول میکشه تا خوب بشم؟ حس میکنم خیلی بیفایده. همچین ابریشمی رو از کجا پیدا کردی؟ نمیتونست بریم زندگی کنم. این هفته کاوه مدنی استاد مدیریت محیط زیست در برنامه هارتاک بخش جهانی بی بی سی از تجربه کوتاه و پردردسرش در ایران خواهد. سیستم نمیتونست به هم اعتماد کنه، فقط به خاطر اینکه جوابم به یه سوال براشون قانع کننده نبود. اینکه چرا باید کسی که 14 سال ایران نبوده کار و موقعیت شغلی مناسبش رو ول کنه و برگرده به کشور آشوب زدهش و سعی کنه که کاری بکنه. با برنامه به عبارت دیگر همراه شوید.